Hi there again, guys. Welcome back to another video. Welcome back to another video. Today we're gonna do something that we've done before, and it's called Guess What You Just Heard. Exactly. کمی الان چی شنیدیم؟ Exactly. میخوایم بریم با هم دیگه ویدیوهایی بشنویم که ببینیم حس بزنیم اول چی شنیدیم، لیسنینگمون رو محک بزنیم و بعد از توش کلی کلمه اصطلاح یاد بگیریم. راست من تسلیت میگم شما. خواهش می‌کنم. به هر حال گفتم من آخرتون باشم. منم چرا؟ خواهش می‌کنم. It was coincidental. کامنت های تسلیتتون حتما روی کامنت تسلیت ویدیو برام بذارید. قلب مشکی بذارید. Let's go. فایده‌تون نره. برای همه کلاسی سابسکرایب آنلاین شیم. آره با جیمیل زیر کانال تلگرام بزنید. همون شی کلاس گروهی هم که اصلا جاتون خیلی خیلی خالیه, خالیه. برای هماهنگش میتونید برای ارتباطی که زیر میاد پیام بدین، ویدیو رو هم میبینید روی تصویر رو یادتون نره که باش در تماس باشین. Let's go. Let's watch the first clip. Yes. I confronted something I had never confronted before. What we just heard? It was, I confronted something I had never confronted before. Mm-hmm. We have the verb confront. من confront. چیکار کردم با یه چیزی که قبلا نکرده بودم؟ confront به چه معنیه؟ Confront means, the meaning is to face, meet or deal with a difficult situation or person. یعنی روبرو بشی با یک شرایط سخت یا یه آدمی که یک موضوع سختی رو داری باهاش میگذرونی. کلا روبرو شدن با یک چیزی یا یک فردی رو میتونیم بگیم confront. یه مثال بگو. یا حتی وقتی میخوایم بگیم دو نفر یه برخوردی با هم داشتن اسمش میشه confrontation. Confrontation. They had a confrontation. For example, as she left the court, she was confronted by angry crowds who tried to block her way. میگه همین که از دادگاه خارج شد مواجه شد با یه جمع عصبانی از مردم که سعی میکردن راهش رو بلوک کنن نتونه حرکت کنه. صد کنن. دقیقاً. For the next example, it's an issue we will have to confront at some point, no matter how unpleasant it is. میگه این یه موضوع، یک مسئله است که ما باید و باهاش روبرو خواهیم شد. تو یک نقطه برحال. At some point. No matter how unpleasant it is. و اهمیتی نداره که چقدر برای اون ناخوشایند و ناخوشایند. بالاخره باید باش برخورد. بالاخره باید باش کانفرانت بکنیم و روبرو بشیم. Exactly. Let's watch the second clip. You've been eavesdropping. So, what we just heard? She said, you've been eavesdropping. What does it mean, eavesdropping? It means to listen to someone's private conversation from close by without them knowing. آره یعنی که close by یعنی بری نزدیک یه چیزی رو گوش کنی بدون که اونا بدونن. Eavesdropping. پاگوش وایس دادن. کلمه ای بودا. استراق. آدم حالا تعبون میگیره. خواهش میکنم. یه مثال ببینیم. میگه he was eavesdropping on our conversation. یعنی داشت به مکالمه ما بدون اجازه ما گوش میداد. آره فالگوش وایس دادن. فالگوش میگه. Another example. He took me into a little side room where no one could eavesdrop. میگه منو برد یه گوشه ای اتاقی که هیچ کس نمیتونست پاگوش وایسه. گفته بیا اینجا. بیا. Let's hear the third clip. And I couldn't help over here. What just we heard? I couldn't help over here. What's the difference between over here and eavesdrop? Off-fetty. همونجور که برای eavesdrop میگیم استراق سم، اونجا داریم سم رو استراق میکنیم، میدوزیم. اینجا over here رو استفراغ میکنیم. دقیقاً. فرقشونه که وقتی eavesdrop میکنیم without permission و با قصد قبلیه. مثلا ببینید که با یه قصد قبلی کاری از قصد میری پاگوشوار میستی میشه eavesdrop. فضولی کنیم. You are nosy. دقیقاً. ولی over here is accidental. چیزی که تصادفی بشنوی. بدون قصد قبلی. دقیقاً. خب. The meaning is to hear what other people are saying without intending to and without their knowledge. یعنی که بشنوی بقیه دارن چی میگن بدون که قصدشو داشته باشی و بدون اینکه اونا اطلاع داشته باشن. Exactly. Without intending to. بدون قصد قبلی. دقیقاً. The first example is I overhear a very funny conversation on the bus this morning. میگه من نمیخواستم بشنوم. همینجوری صداشون میومد و من یه داستان خیلی باحال تو اتوبوس شنیدم. دیگه نمیگه I eavesdropped چون نرفته گوش بده که به گوشش خورده. دقیقاً. Another example, we overheard them say that they didn't really like the food. میگه ما شنیدیم که اونا میگفتن که واقعا غذا رو دوست نداشتن. Overheard. Now let's watch the fourth clip. You were snooping. I was not snooping.
You were snooping. I was not snooping. So what we just heard? She said you were snooping. I was not snooping. بعد جوابی نمیگی I was not snooping. What is the meaning of a snoop? What is the meaning of snooping? To look around the place secretly in order to discover things or find out information about someone or something. Exactly. In order to discover something. یه مثال ازش ببینیم. میگه people were sent out to snoop on rival businesses. این یعنی که مردم فرستاده شدن بیرون، مشغول میگه were sent out، رفتن بیرون برای اینکه برن جستجو کنن، برن بگردن راجع به بیزینس هایی که رایوالشونن، یعنی بیزینس هایی که رقیب جدیشونن، رقیب مستقیمشونن. برن ببینن اونا دارن چی کار میکنن. He is my rival، یعنی اون رقیب منه. مثلا منچستر یونایتد و من سیتی رایوال هم دیگه. آره. اسمش هم همون رایوال میشه. They are rivals، یعنی رقیبن. آره. یه مثال دیگه. I don't mean to snoop، but is there something wrong؟ من نمیخوام فضولی کنم و کنجکاوی کنم، ولی آیا مشکلی وجود داره؟ Let's hear the last clip. I'm an obsolete design. I'm an obsolete design. I'm an obsolete design. What we just heard? I'm an obsolete design. تلفظ دقت کن. Obsolete. What does it mean when something is obsolete? Yeah, it's an adjective and the meaning is not in use anymore. Having been replaced by something newer and better or more fashionable. یعنی چیزی که با یک چیز دیگه جایگزین شده، منسوخ شده بوده اون قضیه. دیگه از رد خارج بوده. دقیقاً. یه مثال بگو. چیزی که منسوخ شده باشه، مثلا تو فشن یا هر چی. For example, gas lamps became obsolete when electric lighting was invented. میگه لامپ‌های گازی دیگه چی میگه فارسیش میشه؟ منسوخ شدن. منسوخ شدن. دیگه استفاده نمی‌شدن. تموم شد دورشون در واقع وقتی که چراغ‌های الکتریکی اختراع شدن. دقیقاً. Exactly. هم می‌تونیم بگیم an obsolete theory، یک تئوری منسوخ شده. Thank you guys. امیدواریم که لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، بفرمایید رفقاتون، برای شرکت تو کلاس‌های خصوصی یا شرکت کلاس‌های فری دیسکشن که جاتون خیلی خالیه، به راه ارتباطی که این زیر میاد پیام بدین و باهاش در ارتباط باشین. ویدیو رو هم ببینید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. Take care.